تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. از این پیامبران ما بعضشان را بر بعض دیگری برتری دادیم، از ایشان کسی بود که خداوند با او سخن گفت، بعضی دیگر را به درجات ارتقا داد، به عیسی پسر مریم ما نشانه های روشنی دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم. اگر خداوند می خواست آنهایی که بعد از این پیامبران بودند پس از آن که نشانه های روشنی به ایشان آمد با هم جنگ نمی کردند، ولی ایشان اختلاف ورزیدند، پس بعضی از ایشان ایمان آوردند و بعضی از ایشان کافر شدند. اگر خداوند می خواست ایشان با یک دیگر جنگ نمی کردند، اما خداوند آنچه را بخواهد می کند. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أي مؤمنون، از رزقی که ما به شما ارزانی کرده ایم خرج کنید، پیش از این که روزی فرا رسد که در آن نی خرید و فروشی میسر باشد و نی دوستی و نی هم شفاعتی را مستحق شوید، و کافران هم ایشانند ستمگار. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خداوند معبودی جز او نیست، زنده و به خود پاینده است، نی او را پینکی میگیرد و نی هم خواب، هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن اوست، چی کسی است آن که به حضور او شفاعت کند مگر به اجازه او؟ آنچه را که در پیش روی و پشت سر بندگان است می داند و ایشان به چیزی از علم او احاطه کردن نمی توانند مگر به آنچه که او اراده کند. کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته است و نگهبانی آنها او را خسته نمی سازد و او بسیار بلند مرتبه و بسیار با عظمت است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. در دین اکراهی نیست، بیشک راهیابی از گمراهی جدا شده است،
پس کسی که از شیطان روی برمیتابد و به خداوند ایمان می آورد به دستگیره مستحکمی چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست و خداوند شنوا و داناست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد و کافران یاورانشان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکی ها می کشانند. هم ایشانند اهل دوزخ و در آن همیشه به سر می برند. الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تو به سوی آن کسی ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله کرد؟ از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود، هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من ذاتی است که زنده می گرداند و می میراند، آن شخص گفت منم که زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت حقا که خداوند آفتاب را از مشرق می آورد، پس تو آن را از مغرب برآر. آن کافر مبهوت و درمانده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند. او کالذی مر علی قریت و هی خاویت علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا مثال شخصی را که از دهکده گذشت که بر سقف‌های خود فرو ریخته بود، گفت چطور خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال بمیراند، سپس او را برانگیخت، یعنی دوباره زنده گردانید و به او گفت چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت شاید 1 روز یا قسمتی از روز درنگ کرده باشم. خداوند گفت نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. به غذا و نوشیدنی خود ببین در آن تغییر نیامده است و به سوی خر خود ببین و برای این که تو را نشانه به مردم بگردانیم و به سوی این استخوان‌ها یعنی استخوان‌های خر بنگر، چگونه آنها را از جای آن بالا می کنیم و به هم پیوند می دهیم، باز آنها را با گوشت می پوشانیم.
هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد، گفت: میدانم که بیشک خداوند بر هر چیزی تواناست. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده می گردانی. خداوند گفت: آیا باور نداری؟ ابراهیم گفت: چرا نه، ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم. خداوند گفت: سپس چهار نوع از پرنده بگیر، سپس آنها را به هم آور، یعنی توته توته کن و به هم آمیز، بعد از آن بر هر یک از این کوها قسمتی از آنها را بگذار، سپس آنها را بخوان، ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند صاحب قدرت منعی و با حکمت است. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گشایش گرو داناست. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند و در نفقه ای که کرده اند منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، برایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است. خداوند بی نیاز و صاحب حلم است. یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای مؤمنان، خیرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج می کند و نی به خداوند ایمان دارد و نی هم به روز آخرت.
پس مثال وی به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد، بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوید، چنین مردم قادر نخواهند بود از عمل خود حاصلی به دست آورند و خداوند گروهی کافران را رهیاب نمی سازد. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثال آنانی که داراییشان را برای طلب رضای خداوند و استواری ملکات انسانی خود خرج می کنند، مانند باغی است در جای بلند. باران تند بر آن می بارد و آن را دوچند می سازد و اگر باران تند به آن نرسد، شبنمی برای آن کافی است و خداوند به هر چیزی که شما می کنید بیناست. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا یکی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که جویبارهای در زیر آنها جاری باشد؟ در آن باغ همه اقسام میوه ها موجود باشد. صاحب آن باغ به پیری رسد و دارای فرزندان خردسال و ضعیف باشد و این باغ در گردباد آتشین گیر آید و بسوزد. بدین ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما فکر کنید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنی حمید. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزهی که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما برای شما از زمین برآورده ایم خرج کنید و در صدد چیز رهی یعنی غیر قابل استفاده از مال خود نشوید که آن را می دهید، در حالی که خود شما آن را نمی گیرید مگر آن که از عیبی که در آن است چشم بپوشید و بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستوده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان شما را به فقر وعده می دهد و به فحشا امر می کند، مگر خداوند به شما آمرزش خیش و فضل خود را وعده می دهد و خداوند گشایش گر و داناست. یؤتی الحکمة من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
خداوند هر کی را خواهد صاحب حکمت می سازد و هر کی را حکمت داده شد واکن برایش خیر بیکران داده شده است و پند نمی گیرند مگر خردمندان. و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر وما للظالمين من انصار. و هر چیزی را که شما خیرات می دهید یا به صورت نذر می پردازید به یقین خداوند آن را می داند و برای ستمکاران یاری دهنده نیست. این تبدو الصدقات فنعم ماهی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر شما آشکارا صدقه بدهید این هم خوب است، ولی اگر شما پنهانی صدقه بدهید و آن را به کسانی برسانید که واقعا نیازمندند برای شما بهتر است، از شما بعضی از گناهان شما را می زداید و خداوند به آنچه می کنید آگاهست. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقوا من خیر فلأنفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. رهیابیشان به ذمه تو ای پیامبر نیست، بلکه خداوند هر کی را خواهد رهیاب می سازد. هر چیزی را که شما از خیر می پردازید نفع آن به خود شماست و خیرات ندهید مگر برای طلب رضای خداوند، و هر خیری را که می دهید و شما ثواب آن تماما می رسد و با شما ستم نمی شود. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات به نیازمندانی داده شود که در راه خدا محصور شده اند و نمی توانند برای تجارت و کار در روی زمین سفر کنند. شخص بی خبر از حالشان از سبب خیشتنداریشان فکر می کند که توانگرند. ایشان را سیمایشان می شناسید. ایشان مسرانه از مردم سؤال نمی کنند و چیزی را که از دارایی خرج می کنید حقاً که خداوند به آن داناست. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که دارایی خود را در راه خدا شب و روز پنهان و آشکارا خرج می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است، برای ایشان نی خوفی است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. برهای که سود میخورند در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند برخواستن کسی که حواس او را شیطان به نسبت تماس مختل ساخته است. این به سبب آن است که ایشان گفتند واقعا بیع مانند سود است، در حالی که خداوند بیع را حلال و سود را حرام قرار داده است. چون کسی که پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از سودخواری صرف نظر کرد، پس چیزهایی را که در گذشته گرفته برای اوست و کار او سپرده شده به خداست. و کسی که به این عمل برگشت، پس چنین مردم اینهاین دوزخی، ایشان در آن همیشه میمانند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. خداوند سود را نابود می سازد و صدقات را افزون می گرداند و خداوند هیچ ناسپاسی گناهکاری را دوست ندارد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنهایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند، نماز را به تمام و کمال برپا داشتند و زکات را پرداختند، مزد ایشان نزد پروردگارشان است، نی بر ایشان خوفی است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنان، از خدا بترسید و آنچه را از سود مانده است رها کنید اگر واقعا مؤمن هستید. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر سودخواری را رها نکردید، پس به جنگ از طرف خدا و رسولش آماده باشید. ولی اگر توبه کردید، در آن صورت اصل سرمایه شما از آن شماست، نی ستم می کنید و نی هم به شما ستم می شود. و این کان ذو عسرت فنظرت الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم این کنتم تعلمون. اگر مدیون دچار تنگ دستی باشد، پس برای او مهلت است تا توانگری، و اگر قرض خود را برای او ببخشید، این برای شما بهتر است اگر فایده این کار را بدانید. و اتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. و از روزی بترسید که در آن به سوی خداوند بازگردانیده می شوید، سپس هر شخصی چیزی را که کسب کرده است تماما به او داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
تحذرون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ای مؤمنان چون به معیار معین و قرض معامله نمودید پس آن را بنویسید و باید کاتب آن را صادقانه میان شما بنویسد و کاتب همان گونه که خدا با او آموخته است از نوشتن آن ایوا نوازد پس او باید بنویسد و کسی که قرض بر اوست باید املا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و نباید از آن چیزی که مدیون است کم کند هرگاه مدیون سفی یعنی نادان یا ضعیف باشد یا خودش قدرت املا را نداشته باشد پس ولی او صادقانه املا کند و دو گواه از مردان خود بگیرید و اگر دو مرد نباشد پس یک مرد و دو زن گواه شوند از شاهدانی که به گواهیشان رضامند باشید تا اگر یکی از ایشان اشتباه ورزد پس یکیشان دیگرش را یاد دهانی نماید و چون گواهان خواسته شوند از شهادت دادن عیب نورزند و از این ملول نشوید که حق را اندک باشد یا بسیار به قید مدت آن بنویسید این نوشتن در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی درست تر است و نزدیک تر است به این که به شک نیفتند مگر آن که تجارتی باشد که آن را بین خود دست به دست کنید در این صورت بر شما گناهی نیست اگر آن را ننویسید و چون خرید و فروش کردید گواه بگیرید و باید نی کاتب و نی گواه زیانمند شوند و اگر چنین کنید این گناهی است به شما و از خدا بترسید و خداوند به شما میاموزد و خداوند به همه چیز داناست و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید پس گروی لازم است قطع شده و اگر یکی از شما به دیگری اعتماد می کنید پس باید همان کسی که با او اعتماد شده امانت یا ذمه خود را ادا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و شهادت را کتمان مکنید و هر کس که آن را کتمان کند بیگمان دل او آغشته به گناه است و خداوند به هر چیزی که می کنید داناست لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على كل شيء قدير آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست
و آنچه را در دلهای شماست خواه آشکار کنید یا پنهان، خداوند شما را به آن محاسبه می کند. پس هر کسی را بخواهد می آمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می کند و خداوند به هر چیز تواناست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. پیامبر به چیزی که به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد و مؤمنان نیز، همه به خدا، فرشتگان، کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند. آنها می گویند میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذارید و گفتند شنیدیم و فرمان بردیم، خواهان آموزش تو هستیم ای پروردگار ما و به سوی توست بازگشت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوند هیچ کسی را به کار مکلف نمی سازد مگر به اندازه توان او، برای اوست هرچی کسب کرد و بر زیان اوست هرچی را مرتکب شد. پروردگار ما، اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مگیر ای پروردگار ما، همان گونه بار گرانی که بر پیشینیان ما گذاشتی بر ما مگذار ای پروردگار ما، و بر ما چنان باری را مگذار که توانی برداشت آن را نداشته باشیم. از گناهان ما درگذر، ما را ببخشا و بر ما رحم کن، توی کارساز ما، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام میم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. خداوند جز او معبودی نیست، زنده و به خود پاینده است. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. كتاب را بر حق به تو نازل گردانی، کتابی را که تأیید کننده کتبی است که پیش از آن آمده است و از آن پیش تورات و انجیل را برای هدایت مردم نازل گردانید و نیز فرقان یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل را نازل گردانید. این الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. کسانی که از آیات خدا انکار ورزیدند بیگمان برایشان عذاب شدید است و خداوند صاحب قدرت منعی و انتقام گیرنده است. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. واکن بر خداوند هیچ چیزی در زمین و در آسمان پوشیده نیست.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. او ذاتی است که شما را در رحم مادران هر طوری که بخواهد تصویر می کند. جز او هیچ معبودی نیست، صاحب قدرت منی و با حکمت است. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل وما يذكر إلا أولو الألباب. او ذاتی است که بر تو کتاب را نازل گردانیده است که قسمت از این آیات محکم یعنی واضح و روشن است، اینها اساس کتابند و قسمت دیگر متشابه است یعنی ظاهرا واضح و روشن نیست. پس کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه انگیزی و به قصد تأویل قسمت از آن را که متشابه است بدون در نظر داشت آیات محکمی که در زمینه آمده است پیروی می کنند، در حالی که جز خدا کسی دیگر تأویل آن را نمی داند. آنانی که در علم ثابت قدم هستند می گویند ما به این کتاب ایمان آوردیم، همه آن از جانب پروردگار ماست و جز دانشمندان هیچ کس پند نمی گیرد، یعنی مفهوم این پیام را درک کردن نمی تواند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. آنها می گویند پروردگار ما، پس از آن که ما را هدایت نمودی دلهای ما را منحرف مگردان و به ما از نزد خود رحمت عنایت فرما، حقا که تو تنها توی بسیار بخشاینده. ربنا اینک جامع الناس لیوم لا ریب فیه این الله لا یخلف المیعاد. ای پروردگار ما، بیگمان تو جمع کننده مردمی در روزی که در آن شکی نیست، حقا که خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. این الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئک هم وقود النار. کسانی که کافر شدند نی داراییشان و نی اولادشان هرگز ایشان را از خداوند بی نیاز نمی سازد و همین هایند آتشگیره دوزخ. کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. عادتشان مانند عادت فرعونیان و کسانی می باشد که پیش از آنها بودند، ایشان آیات ما را تکذیب کردند، پس خداوند آنها را به گناهانشان گرفت و خداوند سخت مجازات دهنده است. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد. به کافران بگو به زودی مغلوب می شوی و به سوی دوزخ حشر می گردی و چی بد مسکنی است دوزخ. قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار حکاک برای شما در دو دسته ای که با هم در کارزار روبرو شدند نشانه ای بود یک دسته در راه خدا جنگ می کرد و دسته دیگر کافر بود آنها یعنی کافران ایشان را یعنی مسلمانان را به چشم خود دو برابر تعدادشان می دیدند و خداوند هر کی را بخواهد به یاری خود تأیید می کند حکاک در این رویداد برای مردم صاحب بینش پندی است زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب برای مردم محبت چیزهای مرغوب از قبیل زنان و فرزندان ذخایر توده شده از طلا و نقره و اسبهای نشانی شده یعنی اصیل مواشی و زمینهای صالح و زراعت زیبا و جلوه داده شده است این است متاع زندگی دنیا در حالی که سرانجام نیک در نزد خداوند است قل اعنبئكم بخیر للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بگو آیا شما را به چیزی که از این هم به شما بهتر است مژدگانی دهم برای پرهیزگاران در نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارهای جریان دارد در آن جاودانه به سر می‌برند و همسران پاکیزه است و خوشنودی خداوند و خداوند به بندگان خود بیناست الذین یقولون ربنا آنانی که می گویند پروردگار ما واقعا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نجات بده الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار یعنی شکیبایان راستگویان فرمانبرداران خرج کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم خداوند گواهی داد بر اینکه جز او معبودی نیست و فرشتگان و کسانی که از علم بهره اندوز هستند نیست در حالی که خداوند به عدالت قائم است جز او معبودی نیست او صاحب قدرت منی و با حکمت است این الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب حقاك الدين در نزد خداوند اسلام است و کسانی که به ایشان کتاب داده شده بود در آن اختلاف نکردند مگر بعد از آن که به ایشان علم حاصل شد
آن هم به خاطر حسدی که در میان خود داشتند و کسی که از آیات خداوند انکار ورزد، پس بیگمان خداوند در حساب گرفتن سریع است. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. هرگاه ایشان با تو مجادله کنند بگو من خود را به خدا تسلیم کرده ام و هر کی پیرو من است نیست، و به اهل کتاب و اومیها یعنی آنانی که فاقد دانشند بگو آیا شما هم خود را تسلیم کردید؟ پس اگر خود را تسلیم کنند واقعا هدایت شده اند، و اگر رو گردانیدند پس وظیفه تو رسانیدن پیغام است و خداوند بر بندگان بیناست. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بيگمان کسانی که از نشانه های خداوند انکار میکنند پیامبران را به ناحق میکشند و کسانی را نیز می کشند که مردم را به عدالت امر می کنند، ایشان را به عذاب دردناک بشارت دهید. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. ایشان کسانی اند که اعمالشان در دنیا و آخرت ضایع گردیده است و برای ایشان مددگاری نیست. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا تو به سوی کسانی ندیدی که به ایشان حصه از کتاب داده شده است در حالی که به سوی کتاب خدا دعوت می شوند تا در بینشان حکم کند، بعد از آن گروهی از ایشان از حکمیت روی بر می گردانند در حالی که از حق اعراض کننده اند؟ ذلک بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا سببی است که گفتند هرگز ما را آتش به غیر از چند روز محدود لمس نمی کند. ایشان را افتراهایشان در برابر دینشان فریب داده است. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. پس حال ایشان چی خواهد بود که در روزی آنها را جمع کنیم که در آن شکی نیست و به هر کس چیزی که کسب کرده است تماماً پرداخته شود و به ایشان ستم نمی شود. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر اینک على كل شیء قدیر. بگو بار خدایا ای مالک پادشاهی به هر کی خواهی پادشاهی میدهی و از هر کی خواهی پادشاهی را باز میگیری، هر کی را خواهی عزت میدهی و هر کی را خواهی ذلیل میگردانی، خیر به ید توست، حقا که تو بر هر چیز توانایی. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب. شب را به روز داخل می کنی و روز را به شب داخل می کنی، زنده را از مرده بیرون می کنی و مرده را از زنده بیرون می کنی، و هر که را خواهی روزی بی شما می دهی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان نباید جز مؤمنان کافران را دوست و سرپرست خیش گیرند، و هر کس که چنین کند پس از دوستی خدا برای او چیزی نیست، یعنی رابطه خود را از خدا گسسته است، مگر آنکه از ایشان به نوعی بترسید، و خداوند شما را از خشم خود برحذر می سازد و بازگشت به سوی خداست. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. بگو اگر چیزی را که در دل شماست پنهان کنید یا آن را آشکار سازید، خدا آن را می داند و آنچه را در آسمان ها و آنچه در زمین است می داند، و خداوند بر هر چیزی تواناست. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. روزی که هر شخص هر کاری نیک را که انجام داده حاضر شده می‌یابد و نیز هر عمل ناشایسته را، آرزو می کند ای کاش بین او و اعمال ناپسند او فاصله طولانی می بود. خداوند شما را از خشم خود برحذر می سازد. خداوند به بندگان خود بسیار مهربان است. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. بگو اگر شما خداوند را دوست دارید پس مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد. خداوند آمرزنده و مهربان است. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بگو خدا و رسول او را فرمان برید، پس اگر ایشان روی گردانیدند در آن صورت خداوند کافران را دوست ندارد. این الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. حقا که خداوند آدم، نوح، خانواده ابراهیم و خانواده عمران را بر همه جهانیان برگزید. ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم. دودمانی که بعضشان از نسل بعضی دیگرشان بودند و خداوند شنوا و داناست. اذ قالت امرأت عمران رب اینی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی اینک انت السمیع العلیم. بخاطر آورید وقتی را که زن عمران گفت ای پروردگار من، آنچه را در شکم من است آزاد از همه مسائل دنیوی به تو نذر کردم، لذا از من بپذیر، تو بیگمان شنوا و دانا هستی. فلما
پروردگار من، من دختری زادم و خداوند بهتر میدانست که او چی زاده است و به هیچ وجه آن پسر مانند این دختر نیست. من او را مریم نام نهاده ام و من او و اولادش را از شیطان مردود در پناه تو قرار میدهم. پس پروردگارش آن را به قبول نیکو پذیرفت. خداوند او را پرورش نیکو داد و زکریا را سرپرستش ساخت. هر باری که زکریا به محراب یعنی حجره عبادت مریم برای دیدنش داخل می شد، نزدش روزی می یافت. گفت: ای مریم، این برای تو از کجا می آید؟ مریم گفت: این از جانب خداست. حقا که خداوند به هر کسی که بخواهد روزی بشمار می دهد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. در آن هنگام زکریا به پروردگار خود دعا کرد و گفت: ای پروردگار من، تو از نزد خیش به من فرزندی پاکیزه ببخش، حقا که تو شنونده دعایی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پس در حالی که وی در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان وی را چنین صدا کردند: بیگمان خداوند تو را به یحیی مژده می دهد که تصدیق کننده کلمه از جانب خداوند است و بزرگ منش است و پاک دامن و پیامبری است از زمره صالحان. قال رب ان ما یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا گفت: ای پروردگار من، چگونه من صاحب فرزندی خواهم شد در حالی که پیری به سر وقت من رسیده و زنم نازای است؟ خداوند فرمود: به همین گونه خداوند هر آنچه را بخواهد می کند. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زكريا گفت: أي پروردگار من، برایم نشانه مقرر گردان. خداوند فرمود: نشانه تو آن است که 3 روز با مردم حرف زده نخواهی توانست مگر به اشاره، و پروردگارت را بسیار یاد کن و در شام و صبح به پاکی یاد کن. و این قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک
اصطفاك على نساء العالمين. بیاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و تو را پاکیزه ساخته و تو را بر زنان جهانیان برگزیده است. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ای مریم پروردگارت را به اخلاص پرستش کن، سجده نما و با رکوع کنندگان رکوع کن. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. این از خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنیم و در آن وقتی که ایشان قلمهای خود را برای قرعه میانداختند تا معلوم شود که کدام یکی ایشان متکفل تربیت مریم میشوند تو نزد ایشان نبودی و هم در وقتی که آنها در زمینه با یکدیگر منازعه میکردند تو نزد ایشان نبودی. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسی بن مریم وجیها فی الدنیا یاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم حقا که خداوند تو را به کلمه از جانب خود بشارت می دهد نام او مسیح است عیسی پسر مریم که هم در این دنیا و هم در آخرت آبرومند بوده و از مقربان است. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. و با مردم هم در گهواره و هم در بزرگسالی سخن می گوید و از صالحان است. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فان مریم گفت ای پروردگار من از کجا من صاحب فرزندی می شوم در حالی که بشری به من تماس نکرده است. گفت خداوند آنچه را اراده نماید چنین می آفریند و چون امری را دستور دهد پس بیگمان به آن می گوید شو و آن می شود. و یعلمه الكتاب والحکمة والتورات والانجیل. و خداوند به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد. و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بی آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین. و او را به حیث پیامبر به بنی اسرائیل با این پیام می فرستد که من بیگمان به شما با معجزه از پروردگار شما آمده ام که از گل به شما شکل پرنده می سازم سپس در آن می دمم و به اذن خداوند پرنده می گردد و من به اذن خدا آنانی را که کور مادرزاد یا پیسند شفا و مرده را جان می دهم و من از چیزی که آن را می خورید و از آنچه در خانه های خود ذخیره می کنید به شما خبر می دهم. براستی اگر شما باور دارید این معجزه ها برای شما نشانه روشنی است برای این که من واقعا پیامبر می باشم.
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ومن بسوء شما آمدهم تا تصدیق کننده تورات باشم که پیش از من بود و برای شما قسمتی از آنچه را که قبلاً به شما حرام شده بود حلال گردانم و به شما معجزه را از پروردگار شما آورده ام، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را پرستش کنید، این است راه راست. فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمن مسلمون. چون عیسی از ایشان یعنی یهودیان احساس کفر کرد گفت مددگاران من در راه خدا چی کسانی خواهد بود؟ حواریون گفتند ما مددگاران راه خداوند هستیم، به خداوند ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما مسلمانیم. ربنا پروردگار ما به آنچه تو فرستاده ای ایمان داریم و رسول را پیروی می کنیم، پس ما را از زمره گواهان بنویس. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. و یهودیان برای از بین بردن عیسی دسیسه چیندند و خداوند این دسیسه را دامنگیر خودشان ساخت و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. اذ قال الله یا عیسی اینی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه ثم مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. و به خاطر آور وقتی را که خداوند گفت ای عیسی من تو را برگیرنده ام و به سوی خود بالا برنده و تو را از اتهامات کافران پاک سازنده و کسانی را که تو را پیروی می کنند تا روز رستاخیز بر کافران برتری دهنده ام، سپس بازگشت شما به سوی من است و در بین شما در موضوعاتی که در آن اختلاف می‌ورزیدید داوری می‌کنم. اما کافران من ایشان را به عذاب سخت در این دنیا و در آخرت عذاب می کنم و برای ایشان هیچ مددگاری نیست. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین. و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پس خداوند مزد ایشان را کامل می دهد و خداوند ستمگاران را دوست ندارد. ذلک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم. این چیزی است که ما بر تو از آیات و یاد آوری حکمت می خوانیم. این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
بیگمان مثال عیسی نزد خداوند مانند مثال آدم است. او را از خاک آفرید، سپس به او گفت شو، پس شد. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حق همان است که از جانب پروردگار توست، پس از شک کنندگان مباش. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناء وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پس هر که در این مسئله بعد از آن که به تو علم حاصل شد با تو منازعه کند، پس بگو بیایید برای مباهله، فرزندان خود و فرزندان شما را و زنان خود و زنان شما را، خود و شما را میخوانیم، سپس با تضرع و خلوص نیت دعا کنیم و بر آنانی که دروغ میگویند لعنت خدا را میفرستیم. این هذا له القصص الحق و ما من اله الا الله و این الله له العزیز الحکیم. بدون شک اینها قصه های راستی نیست و هیچ معبودی به غیر از خدا نیست و بیگمان خداوند هم اوست صاحب قدرت منی و صاحب حکمت. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اما اگر از مباهله روی برتابند، از خداوند به حال مفسدان آگاهست. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا اهل کتاب. بیایید به سخنی که بین ما و شما مشترک است همزبان شویم که بغیر از خدا کسی دیگر را نپرستیم، هیچ چیزی را به او شریک نیاوریم، بعضی از ما بعضی دیگر را جز خدا به خدایی نگیرد. پس اگر اهل کتاب روی برتابند، پس شما بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم، یعنی به اراده خداوند تسلیم می باشید. یا اهل کتاب لم تحاد والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أي أهل كتاب، چرا در مورد إبراهيم منازع می کنید در حال که تورات و إنجيل نازل نگردید مگر بعد از او؟ آیا شما نمی فهمید؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آگاه باشید، شما کسانی هستید که در موضوعاتی که در آن کمی معلومات دارید منازع کردید، اما چرا در مسائل منازع می نمایید که درباره آن معلوماتی ندارید؟ خداوند می داند و شما نمی دانید. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراهیم نه یهودی بود و نه هم نصرانی،
بلکه او یک تاپرست واقعی و مسلمانی بود و از زمره مشرکان نبود. این اولا الناس بی ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. بدون شک کسانی با ابراهیم نزدیکترند که از وی پیروی کردند و این پیامبر و مسلمانان نیز و خداوند کار ساز مؤمنان است. ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. فرقه از اهل کتاب میخواستند که اگر بتوانند شما را گمراه سازند، اما ایشان شما را نی بلکه خودشان را گمراه می سازند و ایشان درک نمی کنند. یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون. ای اهل کتاب، چرا از آیات خداوند انکار می ورزید در حالی که خود شما با آن گواه هستید؟ یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. ای اهل کتاب، چرا حق را با باطل می آمیزید و حق را پنهان می کنید در حالی که می دانید؟ وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي از اهل کتاب گفتند در اول روز به آنچه به مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز از آن انکار ورزید تا شاید مسلمانان به شک افتند و باز گردند. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هیچ کسی را تصدیق نکنید مگر آنکه دین شما را پیروی کند. بگو هدایت راستین همانا هدایت خداوند است. شما را حسد بر این داشته است که این چنین دسیسه به کار برید که می بینید به کسی همان چیزی داده شده که به شما داده شده است، یا از این می ترسید که مبادا در نزد پروردگار شما در برابر شما حجت آورند. بگو واقعا فضل به ید خداوند است و هر کسی که بخواهد آن را می دهد و خداوند گشایش گری داناست. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. و هر کسی را که بخواهد به رحمت خیش اختصاص می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بان کتاب کسانی هستند که اگر نزدشان ثروتی بسیاری را به امانت بگذاری آن را به تو با میل و آسانی ادا می کنند، و در میان ایشان کسانی نیز هستند که اگر نزدشان یک دینار را هم به امانت بگذاری
آن را به تو باز نمی دهند مگر اینکه پیوسته بر آن مراقب باشی. این سببی است که ایشان می گویند در پایمال کردن حق این امیها هیچ مسئولیت متوجه ما نیست و ایشان بر خداوند دروغ می بندند در حالی که ایشان حقیقت را می دانند. بلا من اوفا بعهده و اتقا فإن الله يحب المتقين. آری هر کسی را که به پیمان خیش وفا کند و پرهیزگار باشد پس بیگمان خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد. این الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامة ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. بگو اون کسانی که عهد خدا و سوگندهای خیش پول ناچیزی را به دست می آورند ایشان بهره‌ای در آخرت ندارند و نی خداوند با ایشان سخن می گوید و نی به سوی آنها در روز قیامت به مهربانی نظر می کند و نی ایشان را از گناه پاک می سازد و برای ایشان عذابی دردناک است. و این منهم لفریقان یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بیگمان در میان ایشان گروهی هستند که زبان خیش را به خواندن مطالب خودساخته از کتاب می پیچانند تا شما آن را از کتاب بپندارید در حالی که آن قسمتی از گفته هایشان از کتاب نیست و می گویند این نزد خداوند است در حالی که این نزد خداوند نیست و خداوند دروغ می بندند در حالی که ایشان حقیقت را می دانند. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ثم برای بشری که خداوند کتاب حکمت و پیامبری داده به او هیچ سزاوار نیست که به مردم بگوید شما بندگان من باشید و نی بندگان خدا بلکه میگوید شما مردم خدایی باشید چون کتاب را تعلیم داده اید و چون آن را خوانده اید. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. و شما را امر نمی کند که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید آیا او شما را به کفر امر می کند بعد از اینکه مسلمان شدید؟ و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وبيادرين وقت
وقتی را که خداوند پیمان استوار از پیامبران گرفت که چون به شما از کتاب و حکمت دادم، بعد از آن به شما پیامبری آمد که تصدیق کننده همان چیزی بود که با شما است، باید به او ایمان آرید و باید که او را مددکاری کنید. سپس خداوند گفت: آیا اقرار کردید و به این پیمان مرا گرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم. خداوند گفت: پس گواه باشید و من با شما زمره گواهان هستم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پس کسی که بعد از این برگردد، این مردم همین هایان فاسق. در حالی که همه کسانی که در آسمان ها و زمین اند به خوشی و ناخوش خود را به او تسلیم کرده اند، یعنی اسلام را پذیرفته اند و به سوی او بازگردانیده می شود. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگو ما به خداوند و به آنچه به ما نازل شده و به آنچه به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و قبائل یعنی بازماندگان یعقوب وحی شده و به آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است ایمان داریم. در میانشان فرقی نمی گذاریم و ما به او تسلیم هستیم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و کسی که جز اسلام دینی را بجوید، پس هرگز از او پذیرفتن نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین. چگونه خداوند قومی را هدایت می کند که بعد از ایمان آوردن خود کافر شد و بعد از اینکه گواهی دادند بر اینکه پیامبر بر حق است و بعد از اینکه به ایشان نشانه های روشنی آمد و خداوند قوم ستمکاران را هدایت نمی کند؟ اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و ایشان جزایشان این است که از طرف خدا فرشتگان و همه مردم بر ایشان لعنت می شود. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. ایشان در این حالت همیشه به سر می برند، نه عذابشان تخفیف داده می شود و نه هم به ایشان مهلت داده می شود. مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و خود را اصلاح نمودند، پس حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. توبتهم و اولئیک هم الضالون.
یضلون. بیگمان آنهایی که بعد از پذیرش ایمان کافر شدند و بعد از آن بر کفر افزودند هرگز توبه ایشان قبول نمی شود و ایشان واقعا گمراه. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. بیگمان کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند پس هرگز از هیچ یکی از ایشان اگرچه زمین را از طلا هم پر کنند این فدیه ایشان برای نجات از عذاب پذیرفته نمی شود. اینها برایشان عذابی دردناکی است و برایشان مددگاری نیست.